مهمان ویژه امشب محور هم سرایا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان اینجا با من. از بسیار خوش آمدین بانو دلیل. شما تجربه کار در سازمان ملل متحد دارین. امشب میخوایم بیشتر بالای اهمیت نشست سالانه سازمان ملل متحد بپردازیم. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چی اهمیت برای کشورهای جنگ زده و در حال بحران به ویژه برای افغانستان داره؟ تشکر از شما. در قدم اول برای هموطنان عزیز و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و حلول عید سعید قربان برای همه هموطنان و مسلمانان تبریک عرض میکنم. امیدوارستم روزهای خوشی عید ملت ما در پیش رو داشته باشن. امسال 70 مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دایر میشه. از بد و تأسیس سازمان ملل متحد 70 سال قبل، همه ساله سران دولت ها با هم یک جای میشن در ماه سپتامبر و اینها روی اولویت های جهانی، آجندای مهم بین المللی، بحث انکشاف، بحث های اقتصادی، بحث های اجتماعی و بحث های سیاسی و امنیتی را با هم می داشته باشن. در اسامبله عمومی سازمان ملل در امسال که فعلا در نیویورک دایر است، 193 عضو سازمان ملل یا 193 کشور اشتراک میکنه که معلوم داری طیف وسیع کشورها را در بر میگیره و افغانستان هم توسط محترم رئیس اجرایوی در اجلاس نشست خواهد داشت و از افغانستان نمایندگی میشه. حالا آجندای بحث نشست سالانه سازمان ملل متحد چگونه انتخاب میشه؟ نشست ها را کشورها انتخاب میکنن و معلمدار سرمنشی عمومی ملل متحد و کمیته های کاری که معمولا در جریان سال کار میکنن آجندا را انتخاب میکنن و اولویت های بین المللی، مخصوصا اولویت های کشورهای کمتر انکشاف یافته و کشورهای در حال انکشاف، در اینجا بحث جدی گرفته میشه. امسال اسامبله عمومی سازمان ملل یک اهمیت ویژه داره به خاطر از این که 15 سال قبل، یعنی در سال 2000 میلادی، سران دولت ها روی یک تعداد تعهدات با هم پیمان بستند که به نام ملینیوم دیولاپمنت گول یا اهداف انکشافی هزار سال. هزار سال از خاطر میگن که در سال 2000 میلادی بود، توافق کردن. میاد از این اهداف انکشاف هزار سال برای تمام دولت ها امسال، یعنی 2015، دسامبر 2015 است. اهداف انکشاف هزار سال 8 هدف عمده را در سطح دنیا برای خود تعیین کرده بود که اهداف زیادتر روی محور فقر دور می‌خورد. چی فقر اقتصادی باشه، فقر درآمد، فقر در عواید و در مجموع فقر اقتصادی، فقر غذایی و گرسنگی، فقر سلامتی و فقر تعلیمی و به می ترتیب فقر اجتماعی از نظر محرومیت و عدالت اجتماعی مطرح بود. بنان در طی یک سال که گذشت کمیته های کاری در سازمان ملل دایر گردید تا تداوم اهداف انکشاف هزار ساله برای دولت ها پیش بینی کنند که ایره به نام اهداف انکشاف پایدار یا Sustainable Development Goal یاد میکنند. به این معنا است که در هفته آینده در طی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سران دولت ها با هم روی اهداف انکشاف پایدار بر جهان به توافق میرسند. اتفاقا امسال و میاد زمانی از این 15 سال دیگه است، یعنی از سال 2016 الی سال 2030 میلادی، بر 15 سال دیگه، این در حقیقت اولویت های انکشافی هست و در عین زمان به شکل تعریف و بسته‌بندی شده که انکشاف پایدار برای اتباع جهان فراهم کنه. بنابراین از این لحاظ از نظر اهمیت خود و از نظر مقطع زمانی خود برای کشورهای عضو سازمان ملل یک اهمیت خاص داره. و افغانستان چه نقش خواهد داشت در این برنامه انکشاف پایدار جهان؟ پیش از اینکه درباره افغانستان صحبت کنم اجازه بدین برتون بگویم که در بحث انکشاف پایدار هم اهدافی که در انکشاف هزار سال در 15 سال قبل کشورها او را به اون رسیدن او تداوم پیدا خواهد کرد. به طور مثال کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ و میر اطفال، مجادله با فقر، مجادله علیه گرسنگی، اطمینان از تعلیمات، یعنی مکتب برای تمام افراد جامعه،
محیط زیست، حراست از محیط زیست و توجه به گرمای جهانی. اینا بحثایی هستند که در انکشاف پایدار مطرح هست. در انکشاف پایدار دو چیز بسیار مطرح است که از تجارب 15 سال قبل دولت‌ها و سازمان ملل منشأ می‌گیرد، از تجربه که در قسمت میلینیوم دیولاپمنت گول داشتیم. او تجارب دو چیز است. اول، اراده سیاسی و تعهد سیاسی دولت‌ها در کشورها بسیار حائز اهمیت است. یعنی نباید تنها یک انگیزه بین المللی دیده شود، بلکه کشورها، دولت‌ها، حکومت‌ها در این قسمت تعهد بسیار جدی داشته باشند. اول. و دومی که تجربه 15 سال گذشته در اهداف انکشاف 1000 سال نشان داد که یک کشور ممکن است که به یک هدف جهانی برسه، در حالی که در داخل کشور نابرابری ها و بی‌عدالتی ها موجود می باشه. به طور مثال، یک کشور ممکن است که در کاهش مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال اما شاخص پوره کنه، ولی وقتی که در داخل کشور می بینین بین شهر و روستا، در داخل شهرها بین فقیرهای شهری یا بین زنان و مردان، دختران و پسران تفاوت فاحش دیده میشه. بنابراین در جلسه عمومی سازمان ملل در این روزها در مورد تعهد حکومت ها و ملکیت آنها، در مورد برنامه ها و در قدم دوم در مورد از این که نابرابری ها را در سطح کشور اینا از بین ببرن تعهد سپرده میشه. اگر حالا بود سیاسیش بیشتر مورد بحث قرار بدهیم، افغانستان، نماینده افغانستان رئیس اجرایه در نشست سازمان ملل متحد شانس سخنرانی داره، حکومت افغانستان از این فرصت چگونه میتونه استفاده کنه، به ویژه در شکل دهی یک اجماع جهانی در برابر کشورهایی که در امور افغانستان مداخله میکنن و اینجا جنگ دامن میزنن؟ یک فرصت است که تمام سران دولت ها در یک وقت در یک جا سال یک بار جمع میشن. بنابراین یک فرصت بسیار خوب است، یک فرصت بالقوه است برای ما و برای تمام کشورها. سه استفاده از امیر افغانستان را ذکر میتونه. اول، حضور افغانستان به یک سطح بسیار عالی رتبه در یک نهاد بین المللی بسیار معتبر از اهمیت خاص سیاسی و دیپلماسی برخوردار است. دوم، در این مجلس افغانستان مالندار تای سخنرانی که ارائه میکنه، موضوعات انکشافی افغانستان، موضوعات اجتماعی به شمول بحث انسانی و بشر دوستانه در افغانستان، بحث حکومتداری خوب، تعهداتی که بر ملت افغانستان داده شده و مالندار تعهدات بین المللی که داشتیم در قسمت عدالت اجتماعی، در قسمت خدمات رسانی اینجا و در قسمت مبارزه با فساد، برعلاوه از او در مورد بحث‌های امنیتی که افغانستان مسئولیت امنیتی را خودش به دوش گرفته و نیروهای امنیتی ما مسئولیت حراست از وطن به عهده دارن، این بس. و در قدم سوم، در این جلسات بسیار کلان، بله، جلسات در حاشیه مجلس اساسی هم دایر میشه، بله، یعنی با استفاده از فرصت به طور دو جانبه یا به طور چند جانبه هیئت عالی رتبه افغانستان با کشورهای که علاقمند هستن ملاقات های در حاشیه مجلس می داشته باشه که خود از اهمیت بسیار مهم برخوردار است. حالا در این نشست تصمیم خاص در مورد کشور خاص گرفته میشه، یعنی جهان به گونه جمعی تعهد درباره کشور می سپارند در این نشست تا حکومت افغانستان بتانه یک بار دیگر تعهد جامعه جهانی را در قبال ادامه کمک های کشورهای جهانی در امور افغانستان به دست بیاره. یکی از مشخصات این مجلسی است که هر یک 193 کشور که اشتراک میکنه رأی مساوی دارن. بله. یعنی اینجا مثل شورای امنیت سازمان ملل نیست. در شورای امنیت سازمان ملل 5 عضو دائمی است. بله. که شامل بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و فرانسه است و ده عضو غیر دائمی. ولی در اینجا هر کشور صرف نظر از وضعیت اقتصادی و یا قدرتش عین رای و عین صلاحیت انتخاب داره. این یک موضوع. بر بار اول به طور مثال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در این مجلس اشتراک میکنه و بیانیه روسیه را ارائه میکنه. بنابراین اهمیت این موضوع و اهمیت نشست بسیار بلند است. بعضی قرارها و فیصله های و ریزولوشن های صادر میشه در ختم مجلس که برای تمام اعضای این مجلس و برای حکومت ها از اهمیت و از وزن سیاسی بلند برخوردار است. فیصله های مجلس الزامی نیست،
ولی دارای یک قوه سیاسی بلند هست که کمک های بین المللی، تعهدات حکومت و کارنامه های حکومت و برنامه های حکومت، اولویت بندی هایی که حکومت ها در روابط منطقوی و یا در کشور خود می داشته باشند، از اینها شکل می گیره. امسال ابدا هدف در اهداف انکشاف پایدار برای جهان احتمالاً تصویت میشه. ابدا هدف که بسیار یک اهداف وسیع است، از فقر گرفته تا ریشه کن ساختن گرسنگی تا مدیریت انرژی به شمول بحرها و انرژی آبی و امثال از او، حراست محیط و مقابله در برابر گرمای جهانی، توانمند ساختن زنان و تساوی جنسیتی و همچنان یک مشارکت بین المللی برای انکشاف مطرح میشه. و بنان ای ابدا هدف بین المللی که بر 15 سال آینده اهداف است که کشورها باز به او شاخص خود تعیین میکنن و به سازمان ملل راپور میده، اهداف است که بر افغانستان هم های اهمیت است. بحران خاورمیانه، تنش در روابط روسیه و کشورهای اروپایی و غرب و به ویژه لشکرکشی یا فرستادن جنگ افزارهای روسیه به کشور سوریه برای نبرد با گروه های حراس افغان، فکر نمی کنین که این تحولات بسیار جدی و خطرناک سبب میشه که افغانستان از نظر جامعه ملل متحد در این نشست انداخته شد و کمتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد علاقه بحث درباره افغانستان داشته باشند؟ معلوم دار جهان در حالت تحول است. رویدادهایی که در جهان صورت میگیره، بحث خاورمیانه، بحث‌های اقتصادی که در جهان هست، رشد اقتصادی، جنگ ها، ناامنی ها در بخش های از افریقا و خاورمیانه و امثال از او، اینا بحث هایی هستند که مذاکرات و صحبت ها را در مجمع عمومی سازمان ملل معلوم دار تحت تاثیر خود می داشته باشه. در محراق آجندا قرار می و اینجا افغانستان بله، کمتر بارش بله، پرداخته در، میشه. در جز بحث ها می باشه. بله. بخاطر هر کشور در اوج یک مدت معین داره که سخنرانی میکنه و در طی این سخنرانی هم در مورد سیاست بین المللی و موضع‌گیری خود و هم در مورد گپ‌هایی که مربوط به کشورش است صحبت میکنه. بنابراین این مربوط به ما هست، مربوط به سیاستمداران ما هست که چگونه ما از چنین مجامع بین المللی استفاده میکنیم تا توجه جهانی را بر افغانستان جلب کنیم و این توجه را نگاه کنیم. به طور مثال چگونه نشان بدیم که امنیت افغانستان با امنیت جهانی ارتباط داره؟ چگونه بحث رشد اقتصادی افغانستان تنها بر افغانستان مفید نبینیم، بلکه طوری نکاس بتیم و طوری راه کنیم و جلب توجه طرف مقابله کنیم که بر منطقه و در نهایت بر تمام جهان پیامدهای مثبتی داره. بنابراین در اینجا بازم بحث دیپلماسی، بحث روابط دو جانبه و چندین جانبه و بحث قوه خود ما در ارائه مطلب و در جذب و جلب روحی بین المللی مطرح میشه. خیلی سپاس از حضورتون در برنامه. سرایا دلیل، وزیر پیشین ساعت آمه افغانستان. تشکر از شما.